أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم بندگان و بندقان خوب تلویزیون پیمان برادر السلام عليكم ورحمة الله عزیزا ان شاء الله آمد آمد عید قربان هست و تعدادی از مسلمان هایی که توانمندی قربانی انجام میتن و سوالات بسیار زیاد را بر ما فرستادن که مجبور شدیم یک برنامه بگیریم و تمام او سوالات را در این برنامه جواب بدیم و موضوعاتی که مرتبط به قربان است اید قربان و قربانی است را بیان کنیم اولی که مشروعیت قربانی حکم قربانی چی است و همچنان شروط حیواناتی که قربانی میشن کدام حیوانات را ما میتونیم قربانی کنیم و اینکه آیا یک شخص میتونم کل خانواده یک قربانی کنن یک گوسفنده قربانی کنن آیا خانواده هایی که جدا هستن میتونن که در یک گوسفند که یک نفرشان قربانی میکنه شریک شون کسانی که در اروپا در کشورهای خارجی هستن آیا اونها میتونن وکیل بگیرن در داخل کشور خود افغانستان و اینها برشان ذبح کنن اگر میتونن تحت کدام شرایط از کدام نوع حیوانات را ما میتونیم که قربانی کنیم و موضوعات دیگه ای که انشالله پیرامونش صحبت میکنیم اولی رو بفهمیم عزیزا که قربانی تعریفش همی است که حیوان را حیوان که مشروع شده را به نام پروردگار در روز مخصوص زبح شده مشروعیتش علما که فقها می که در سال دوم هجری بر رسول الله علیه و سلام قربانی واجب شده و این را بفهمین که حکم قربانی است که دو دیدگاه وجود داره دیدگاه اولی است که قربانی واجب است قربانی واجب است و دیدگاه دومی است که قربانی سنت مؤکد است و دلایل بسیار زیاد وجود داره که انسان وقتی که بررسی میکنه میبینه که دلایل مذهب امام بنی فرم طلالهی که میفرمه که قربانی واجب است برای کسی که توانمندی مالی داره ای ای دلائل زیادتر است الله مطال در قرآن کریم میفرمه که فصل لی رب بگوان حر ای پیامبر ای مسلمان پس برای پروردگارت نماز بخوان و هر و نحر کو قربانی کو از این ببینین امر در اینجا دلالت به وجوب میکنه الله مطال در آیه که پیشتر به شما خواندم میفرمه که قل ان صلاتی ای پیام بر بگو که بدون شک نماز ما نسکی قربانی ما محیا و مماتم زندگانی و مرگم لله رب العالمین خاص برای پروردگار عالمیان است لا شریک لهو شریک ندارد او و امر تو بمی توحید بمی یگانگی امر شدیم به می که نسک خود را برای الله تقدیم کنم به که نماز فقط به خاطر الله به امر شدیم و انا اول المسلمین و از اولین مسلمان های نخستین ما هستم همچنان الله مطال در قرآن کریم در آیه دیگه می ولی و لکل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم الله علی ما رزقان برای هر گروه منسک را مقرر کردیم تا که نام الله متعال را بگیرن مناسک عبادات را فرض گردانیدیم بر بالایشان که نام پروردگار را در رو بگیرن من بهیمت الانام از چهار پای ها. از چهار پای ها. در اینجا ببینین الله این مطال که ما مناسک بر بالای تعدادی از امت ها قرار دادیم قرار دادن به معنی است که واجب است الله کل حال احادیث زیادی هم در این رابطه وجود داره که قربانی واجب است امام اوزایی لیس امام ابو انیفه همچنان یکی از دو روایت هایی که منصوب به امام احمد ابن حنبل است امام مالک رای برگزیده شیخ الاسلام ابن تیمیه هم ظاهر مذهب،, مذهب امام مالک و گفتم ری درست و دقیق از شیخ الاسلام ابن تیمی است که قربانی واجب است و تعدادی از علیه علم که نخیر قربانی واجب نیست شروط حیوان که قربانی میشه چی هست؟ اولی را بفهمی که باید حیوان از بهیمت الانام باشه یعنی از چارپایایی باشه که الله مطال در قرآن کریم ذکرشان کرده و رسول الله علیه صلی بیان کرده او چی از شطر، گاف، گوسفند که در شطر نر ماده شامل است در گاو گاف میش نر ماده شامل است در گوسفند بز هم شامل است نه رمادهشان هیچ فرق نداره شما میتونید که قربانی انجام بته این یک موضوع دوم سن را که اسلام تعیین کرده شریعت تعیین کرده باید به اون سن برسه ان شاء الله سنش شا میگیم و سوم خالی از هر نوع عیوب باشه ان شاء الله عیوبش شا میگیم کدام عیبه ها اگر در وجود ایوان باشه نمیتونی که او ایوان را قربانی کنی پس اگر از بهیمت الانام نباشه قربانی درست نیست حالا قربانی بر چی کسی واجب است گفتیم بر قربانی بر کسی واجب است که توانمندی مالی داشته باشه توانمندی مالی داشته باشه فضیلت نهایت زیاد داره قربانی نهایت فضایل زیاد داره عایشه صدیقه هم تو که امام ترمیزی روات روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و السلام گفت ما من عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم هیچ عمل بنی آدم در ایام نهر در روزهای قربانی محبوب در نزد خدا نیست بالاتر از اینکه اینها قربانی کنند یعنی قربانی نهایت فضیلتش در نزد خداوند زیاد است خب گفتم چی حیوانات باید قربانی شوند و در چی سن برسند ببینین گوسفندی که شش ماه را تکمیل کرده باشم. بزه که یک سال را تکمیل کرده باشم. و گاو گوساله که دو سال را تکمیل کرده باشه و شطوره که پنج سال را تکمیل کرده باشه چی مذکر چی مؤنث شما میتونید که قربانی کنین هیچ نو اشکال نداره که تو بگین نخیر ماده است ما قربانی نه هیچ مشکل نداره میتونین این کار کنین حیواناتی که برای قربانی درست نیستن اول چند عیبی که وجود داره بیماری که بیماریش آشکار باشه میبینیم مریض است نباید او قربانی کنی حیوان که کور باشه و کوریش آشکار باشه نمیتونی او را ذبح کنی حیوان که لنگ باشه لنگیش آشکار باشه نمیتونی قربانی کنی حیوان که چنان لاغر باشه که استخوانش دیده میشه در اون صورت می ای حیوانات را نمیتونی قربانی کنی بنا حدیث رسول الله علیه الصلاه و السلام آداب زبح حیوانات چی است؟ اولی که حیوان را وقتی که زبح می کنین به سن سالش که برابر بود اموت حیواناتی که گفتیم بود وقتی که خوابان بسم الله بگین وقتی که میخواستین خواستین زبح کنین نام پروردگارم برش بگیرین و همچنان وقتی که زبح می کنین عزیزا با چاقوی تیز برنده زبح کنین و وقتی که زبح می کنین کشش کنین رگهای شارگیش شا قطع کنین نه با چاقویی که تیز نیست نه با آله برقی که امروز متاسفانه میکشن ایوان آترم نه با ضرب و شتم اینها نه خیر چنین کار نباید صورت بگیره و زبه گفتم از امون ناهیه گردن صورت بگیره که شارک ها در اوجه وجود داره شایسته ای از عزیزا که هر کس که خودش قربانی داره به دست خودش حیوان زبه کنه ولو که خانم هم باشه اگر توانمندی جسمی داره قوی تنومند است خودش حیوان خود خودش زبه کنه <applause> زبح کنه تعدادی از زنها بودن در زمان رسول الله علیه السلام در تابعیات که اینها خودشان ایوان خود را زبح می کردند و شخص نیت زبح داشته باشه و به خاطر غیر الله نیت نداشته باشه اگر به نام غیر الله زبح کرد زبحش حرام است خوردن و گوشت حرام است جواز نداره که انسان از گوشتش استفاده کند. وقت قربانی چی وقت است عزیزا بعد از عید قربان مجرد که نماز عید قربان خوانده میشم تا غروب روز سیزدهم ذلحجه ادامه دارم چی در روز چی در شبش اگر ایوان ذبح میکنم درست است و قربانیش ان الله الله متعال قبول میکنه و بهتر خوبتری است که در روز اول اگر نشد در روز دوم اگر نشد در روز سوم تا تعداد از علل میفرمایند در روز چهارم هم, هم میتونه که قربانی خود را ذبح کنه خب حالا فروش پوست قربانی جواز داره نداره نه خیر جواز نداره پیامبر علیه الصلاه و السلام من من با جلد ادحیه فلا ادحیه له کسی که پوست ایوان قربانی شده را مفروشه قربانی از او درست نیست حدیث صحیح الجامع روایتش کردن در شماره 6118 تعدادی از علما میفرماید که هفت قسمت حیوان خوردنش هفت قسمت حیوان ذبح شده خوردن جواز نداره بنا به حدیثی که در مصنف عبدالرزاق و در مصنف ابن ابی شیبه روایت شده که او حدیث درست نیست حدیث منکر است و نمیتونیم بر او استناد کنیم او هفت چیز چی خوردن خونش خونش به قرآن کریم ثابت است الله متعال میفرماید که نباید خون مسفوح خورده شد. او نجس است دیگه خوردن تلخی حیوان تلخی حیوان بنا به زر... ضرر که داره حرام از جواز نداره خوردن کلپوریش هم میگن بنا به او حدیث نخیر حدیث درست نیست منکر است میتونه انسان از کلپورش یا امو چیزی که زکر حیوان میگه خورده شوید هیچ اشکال نداره مکروب به تب یک کس تابش نمیه اگر نمیخورم اشکال نداره حکم قربانی کردن بر مرده یک کس وفات کرده آیا میتونیم ما به جای از او قربانی کنیم اگر زبح به خاطر الله متعال باشه و با به اساس شریعت اسلامی باشم بهتر و خوبتر است باید این کار صورت بگیره مثل صدقه دادن است علما میفرمایند که که شما صدقه میتین درست است از طرف مرده از طرف متوفا میتونی صدقه بدی میتونی جوی آب میتونی نهر میتونی پل میتونی مسجد برش بسازیم همو قسم میتونی از طرفش شما ذبح کنین حیوان رو ذبح کنین و قربانی کنین این دیدگاه اکثر علیلم و جمهور علیلم همی است ابن قیم رحمه الله در زاد المعاتی موضوع رو بیان کرده آیا کوتاه کردن موی ناخون حیوان که قربانی میشه درست است نیست بعضی هم میبینی سرمه میکنن بعضی هم میبینی نقل دن... برش میتن چین چیز در شریعت اسلامی ما وجود نداره نوادیکار کار صورت بگیره خب حالا عزیزانی که به نماز هستن نماز نمیخوان آیا قربانی اینها درست است نیست تعداد اکثر علیل میفرمه که شخصی که به نماز است قربانیش درست نیست پس اتیاد کنین نزیزان شمایی که میرین قصاب هم یعنی ببینین آیا انسان متدین مسلمان هست نیست نمازخان هست نیست اگر بود بیارنش قربانی تا نزبه کن اگر نبود باز چنین شخصی را نبیارن اکثر علیله میفهمین که قربانی شخص درست نیست آیا یک قربانی برای تمام خانواده کافی هست نیست ببینین شیخ محمد صالح و میگه که یک قربانی برای همه اعضای خانواده کفایت میکنه هر چه قدر که باشن ولو که ده نفر ولو که صد نفر باشن در صورت که کلشان یکی باشه دخل خرچشان یک جای مصرف شوه درست است هیچ نوشکال نداره گوسفند را شما مثلا یک خانواده میخره زبحش میکنه نیت همه را داره الله مطال انشاءالله از همه قبول میکنه و ثوابش الله مطال بر تمام این خانواده میرسن گوشت قربانی را چه قسم توضیح کنیم؟ به عادیس پیانبر علیه السلام بارها ما ای را گفتیم سه قسمتش کنیم یک قسمتش را برای خودتان یک قسمتش را برای خیشاوندان و اقاربتان یک قسمت دیگه شد به فقرا و مساکین این سنت است اما اگر این کار را نمی بنا به حدیث پیامبر می که فقط ذبح کنین برای خودتان خوردنتان ذخیره کردنتان و به کسان دیگه که مسکین بیچاره است بدین یعنی خیشاوندان اینها هم اگر ندادن میتونید ذخیره کنین خودتان بخورین و برای مساکین بیچاره بپردازین خب قربانی گفتم میشه که از طرف کسانی که در خارج هستن انجام صورت بگیره اولی رو بفهمین عزیزا اصل ای است که هر کس که قربانی میکنه در جایی که هست قربانی کنه در جایی که هست در مملکت در سرزمینه که هست قربانی کن اما اگر موانع وجود داشت مانع از طرف کشور وجود داشت اجازه برات نمیداد که حیوان زبح کنیم، اجازه نمیداد که تو تجلیل کنی چنین روز در با زب حیوان بله شما میتونین که وکیل بگیرین در کشور خودتان که هستین در کشورهای اسلامی که هستین وکیل بگیرین وکیل شما میتونه که از طرف شما قربانی را ذبح کنه و ان شاء ثوابش به شما میرسه ثوابش برای شما میرسه یک نکته را مد نظرتون باشین قربانی که صورت میگیرم شما مثلا در اروپا هستین کسی را در کابل وکیل گرفتین که حیوان را برای شما ذبح کنه آیا بساط شما ذبح کنه یا بساط خود علما میفرمایند که در بساط وکیل ذبح میشه چی معنی شما در اروپا به کس پول فرستادین در افغانستان که حیوان بر ما ذبح در ایجا این شخص در کابل در افغانستان که هست هر سات که نماز عید خود باید قربانی خود را قربانی مو شخص دیگر را ذبح کنه نه به سات کسی که در اروپا است این مجمع فقیه علما و لجنت دائمه فتوایشان به می است که باید پیرا در امو سرزمین به اساس سات و وکیل ایوان ذبحه شود و قربانی شود. گفتیم که یک گوسفند برای همه خانواده کفایت میکنه شما نمیتونید در گوسفند شراکت کنید یک گوسفند برای یک شخص یا برای یک خانواده ای که تمام خرچ و دخلشان یکی هست ولو که در خارج هستن ولو که در دوبای هستن ولو که در دگه جای هستن اما خرچ و دخلشان یکی است. پول از او جمع فرسته برای می خانواده زب همه کنن درست است یک شما میتونین در گاو گاو میش شطر هفت نفر در اوجه شریک باشید هفت نفر میتونند که در گاف و شطر شریک باشند اما در گسفن نخیر در گسفن باید فقط یک نفر می باشند. آیا میتونیم بجای قربانی کردن پولش صدقه بتیم نه خیر صدقیت صدقه حساب میشه اما قربانیت جای خود را داره فضایل را که در رابطه با قربانی گفتم فرق شاید بر صدقیت یک فضایل وجود داشته باشه اما برای چنین روزی که در ایام نحر شما ایوان از همه میکنین بزرگترین ثواب داره که در دیگه جاها این ثواب وجود نداره آیا قربانی به کسی که بدهکار است بر بالایش و قرضدار است آیا واجب است نه خیر کسی که توانمندی مالی نداره قربانی بر بالش واجب نیست سنت معکد هم نیست و تعداد علما میفرمه که نباید برای قرض کنه که خود زیر قرض بسازم قرضم نکنه توانمندی نداری بر بالایت واجب هم نیست سنت معکد هم نیست اما اگر یک انسان یقین به داره که بله اگر من امروز قربانی کنم ده روز بعد پانزه روز بعد پول گیر یک ماه بعد پول خوب گیر و به خاطر که سواب از دست قربانی میکنه کار بسار نیک و خوب است و سوابش را میتونه که به دست بیاره آیا میتونه که شوهر بجای جای خانم خود و یا خانم بجای شوهر خود قربانی کنه بله هیچ نوشکالی نداره یکی بجای جای دیگه میتونه که قربانی کنه آیا میتونه حیوان را با شوکای الکترونیکی برقی ذبح کنه نه خیر حرام است او حرام است بنا به نص سری قرآن کریم تعداد حیوانات را عرب ها از بالا منداختن با چوب میزدن میزدن تا که میمرد با هم دو تا ایوان جنگ میکرد باز یکیش میمرد باز او را میگرفتن میخوردن به نصف سری قرآن جواز نداره خوردن از او حرام است آیا کسی که ایوان خسی قربانی کرده؟ بله ایوان که خسی باشه قربانیش خوبترم هست کسی دیگه ای پرسان کردن گفتن اگه کسی که خدنه نشده باشه یا میتونه قربانی کنه؟ بله شرط در زبه ایوان خط نشدن و خط نشدن بلوغ رسیدن بلوغ نرسیدن نیست شرط در خط در در ذبح حیوانی است که مسلمان باشم مسلمان باشم توانمندی مالی داشته باشم و توانمندی را داشته باشه که حیوان را ذبح کنه و در وقت ذبحش نام پروردگار را بگیره اینی مهم است اما ای که خط نشده باشه نشده باشه این مهم نیست پس عزیزا اینی مسائل بود که در رابطه با قربانی بر شما بیان کردیم اگر شما دیدین باز هم سوالات در ذهن تان بود که حل نشد ما سوالات را مکمل ایجا گرفته بودیم بر جواب دادیم اگر سوالات دیگه هم در ذهن شما مانده بود ما در خدمتتان هستیم یک موضوع دیگر هم بر تان بیان کنم کسان عزیزانی که در اروپا هستند در کشورهای دیگه هستند و در اوجا نمیتونن ایوان خود را ذبح کنند ان مرکز دعوتی پیمان در خدمت شانه است شما میتونین به نمراتی که زیر اسکرین هایتون درج شده تماس بگیرین قیمت های ایوانات را خصوصیات ایوانات را براتون میگه تمام موضوعات شامرشان در جریان بگذارین از هر زمان دیگه وطن شما امروز به کمک های زیادتر نیازمند پس اگر شما میتونید در عید قربان خانواده های را خوش بسازین خرسند بسازین حداقل در دم و دوازده ما گوشت برشان نرسیده استفاده نکردن شما میتونید از این طریق انشالله به مردم مستمند به مردم فقیر بیچاره تا از این طریق کمک کنین و ما وسیله شویم که ایوانات شما را ذبح کنیم و گوشت بر اینها برسانیم هم ما ثواب کس میکنیم و هم شما و هم فقیر مسکین بیچاره ای که در این سرزمین هست و از ناداری به فغان رسیده ای بود ایزا برنامه امروزی ما تا برنامه بد و دیدار بد خداوند یار و یاورتا